تغییرات گسترده جغرافیای سیاسی خاور نزدیک و تفسیرهایی که نشانه شروع جنگ سرد را می‌دهد، جهات مختلفی دارد که در اکثر سطوح آن نام جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. در این تغییرات، آرایش جدید نظامی با سرعتی که پیشبینی آن در چند سال گذشته مشکل بود، در حال جابجا شدن است. بسام طویل، کارشناس فلسطینی مسائل خاور نزدیک و فردی که در رابطه با فلسطین و نقش اسرائیل در منطقه مقالات بسیاری در انستیتوی گات ستون، مرکز تحقیقاتی که امیر طاهری نویسنده ایرانی نیز عضوان است، منتشر کرده، به نقش آینده مصر و اسرائیل در خاور نزدیک پرداخته و آرایش سیاسی جدید عرب را در منطقه به چالش کشیده است. وی می نویسد عرب متوجه خطر از ناحیه ایران شدند و السیسی پرزیدنت مصر در رأس آنها برای مقابله با ایران تشکیل یک جبهه جدید دادند که می توان آن را یکی از بزرگترین تغییرات سیاسی در خاور نزدیک دانست. دلیل آن هم شروع اتحاد با اسرائیل است که با رفتن سفیر مصر به اورشلیم تکمیل شد. انتشار مقاله این محقق فلسطینی در نشریه انستیتوی گاتستون از این نظر که نقش ایران را در زمان روی کار آمدن محمد مرسی و کمک محرمانه مصر در آن زمان به ایران و حماس را بررسی می کند، از اهمیت ویژه برخوردار است. وی می افزاید با روی کار آمدن السیسی، چهره تهاجمی ایران در منطقه مشخص شد و جمع‌بندی نیروهای عرب برای مقابله با ایران آزمایش جدیدی است که اسرائیل در تکمیل آن با مذاکراتی که با مصر انجام داده سهم به سزایی دارد. همکاری مصر و اسرائیل برای جهان عرب و مسلمانان به خاطر نقش تهاجمی ایران در سوریه، عراق و یمن اهمیت زیادی دارد و ارتباط دو کشور را به شروع ارتباط بزرگ عرب و اسرائیل تبدیل کرده است. در دکترین سیاسی مصر و اسرائیل، حماس یک سازمان تروریستی است که در سینایی با داعش همکاری می کند و همین سازمان از سوی ایران با جنگ‌های نیابتی و موعظه‌های نفرت حمایت می‌شود. بنابراین تحمل این طرز فکر که نقش حماس از نقشه سیاسی عرب دور می‌شود، فصل جدیدی در مناسبات چند جانبه عرب سنی خواهد داشت. نکته مهم در این رابطه جدید، فاصله گیری کشورهای خاور نزدیک از آمریکاست که روسیه را بران داشته نگرشی جدید به سیاست خود در منطقه داشته باشد. از این طریق می توان از نزدیک شدن اسرائیل و مصر به مسکو نام برد. فعلا برای کشورهای سنی عرب آنچه بین ایران و روسیه می گذرد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بالاخره روزی خواهد رسید که عرب در بازی سیاسی خود به حماس نقشی نخواهند داد، زیرا این سازمان که خود اخوان المسلمین فلسطینی است، با حمایت ایران و داعش برای آینده خاور نزدیک خطرناکتر خواهد شد. ایرج ربیعی، آلمان.